درود بر شما همیهنان عزیزم به آوای ایران خوش آمدید امشب با موضوعات بسیار مهم در خدمت شما هستیم طالبان دوباره رژیم را آچمس کرد هشدار دویست نماینده مجلس اوضای سیستان وحشتناک است و سقیز در جنگ با رژیم اعتصابات در تمام شهرهای کردستان اما قبل از مشروع این اخبار توجه شما رو به ویدیویی از افاظات سردار دروپوی که از ترس شجاعت زنان ایرانی این گونه انان از کف داده هیچ شکی نیست که موضوع لایحه افاف و هجاب از اولویت های اول جامعه امروز ماست ما اینجا دست نیاز دراز میکنیم به عزیزانمون در دانشگاه به عزیزانمون در حوزه های علمیه به همه دلسوزان نظام که مجلس را کمک کنید ما اگر به یک فوریت رای دادیم برای که زمان داشته باشیم یک در حقیقت لایحه همه جانبه که ابعاد مختلف او انشاءالله کامل بشه و یک سند پر افتخاری باشه که جلوی این ولنگاری ها جلوی ولنگاری گرفته بشه بله حتما ده هستند معارض این موضوع دشمنی با حجاب می‌کنند. اونجا حتما ما باید برخورد قضایی و قضا و حالا انواع نافرمانی های مدنی دختران ایرانی که پایه های نظام را به لرزه درآورده است. با شبکه من اینجا مبارکه اصفهان هستش که این خانم ای دو چرخ سوار با پوشش اختیاری اینجا با آزاد و خیلی بهتر از اون خانم موتور سوار زن زندگی آزاد درود بر شبکه من پیاده روی سپوت و شهر بانگا و رنگ شده درود مردم شریف ایران نوید افکاری <تصفح> طالبان دوباره رژیم را آچمس کرد. هشدار دویست نماینده مجلس اوضاع سیستان وحشتناک است. بیش از دویس نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای خطاب به طالبان هشدار دادند که اگر تا سه ماه دیگر حقابه هیرمند به سمت ایران رها نشود و به منطقه سیستان نرسد فاجعه انسانی در این منطقه را خواهد داد. در متن بیانیه ای این نمایندگان که روز سهشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شده آمده است اکنون شرایط برای مردم نجیب سیستان به حدی دشوار است که اگر تا سه ماه دیگر آب به منطقه سیستان نرسد باید منتظر فاجعه انسانی در شرق کشور باشیم این نمایندگان افزودند حقابی بین المللی هیرمند که ریشه در تاریخ دو کشور ایران و افغانستان دارد و یک حق طبیعی و تاریخی و بین المللی است مستقیما با حیات و زندگی مردم ارتباط عمیق دارد آنان هشدار دادند که در صورت خشک شدن تالاب بین المللی هامون، طبعات خشکی این تالاب و اکولوژیک آن متوجه کل منطقه و به طور قطع کشور افغانستان خواهد شد. نمایندگان امضا کننده بیانیه با اشاره به اینکه هرگونه ممانعت از اجرای این حقابه نقض حقوق ملت ایران و مخالف قوانین بین المللی است. از مواضع اخیر ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی حمایت کردند آنان در پایان بیانیه با یادآوری چند میلیون افغانستانی مهاجر در ایران از حاکمان افغانستان خواستند به جای بکارگیری ادبیات نامناسب و غیر دیپلماتیک هرچه زودتر نسبت به رهاسازی آب به سوی کشور ایران اقدام کنند در روزهای گذشته تنشهای لفظی میان طالبان و جمهوری اسلامی ایران بر سر حقابه هیرمند بالا گرفته تا جایی که ابراهیم رئیسی اختاری درباره ضرورت باز کردن آب از سوی طالبان صادر کرد که برخی افراد طالبان آن را به تمسخر گرفتند طالبان در ماه اخیر این ادعا را مطرح کرده که آب رودخانه هیرمند و اندازه نیست که به سمت ایران رها شود عباس استانگزی معاون وزیر امور خارجه ی طالبان با اشاره به تنشهای فزاینده با جمهوری اسلامی درباره حقابه ی هیرمند گفت که حکومت افغانستان به قرارداد سال 1351 است مشروط به اینکه در افغانستان آب کافی در هیرمند وجود داشته باشد او در این مصاحبه اعلام کرده در چهار پنج سال گذشته خشکسالی وسیعی در افغانستان و کل منطقه رخ داده و حتی در بند کجکی آب کافی وجود ندارد با وجود درخواستهای مکرر ایران برای بازدید از سطح واقع روی این رودخانه چند روز پیش علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده فعلا بازدیدی انجام نشده اما کارشناسان به ما گفتند که به مقدار کافی آب پشت صد وجود دارد. همزمان با تنش دو هفته پیش این گروه با جمهوری اسلامی ایران 2000 هزار بمبگذار انتحاری و بیست هزار جنگجو را در طول مرزهای دو کشور مستقر کرده بود درگیری قوای طالبان با مرزبانان ایرانی در روز شش خورداد با دو کشته در طرف ایرانی و یک نیروی طالبان و پس از سفر یک هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران به کابل پایان یافت اما مدیر یک نهاد غیر در داخل افغانستان با استناد به منابع خود در این کشور به بخش دیجیتال فاکس نیوز گفته طالبان اواخر ماه می حدود دو هفته پیش 2000 بمبگذار انتحاری همراه با 20 هزار جنگجوی مسلح راهی مرزهای ایران کرده بودند این ظاهرا نخستین بار است که گزارشی در خصوص وجود بمبگذاران انتحاری و شمار زیادی از جنگجویان طالبان در نزدیکی مرزهای ایران منتشر می شود. به گزارش روز یک شنبه 21 خرداد شبکه فاکس نیوز در جریان درگیری اخیر طالبان با ایران ویدیوهای منتشره در شبکه های اجتماعی نشان داده که طالبان شمار زیادی از تانک ها و خودروهای زرهی آمریکایی به جامانده از عقب نشینی نظامیان این کشور از افغانستان را به سوی مرزهای ایران فرستاده بود سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده با تایید استفاده نیروهای طالبان از خودروها و سایر تجهیزات آمریکایی گفت وسیله نقلیه با استفاده از بودجه تقویت قوای نظامی افغانستان در طول 16 سال برای ارتش آن کشور خریداری شد که 32 نوع خودرو از نوع تاکتیکی بود او احتمال داده که این تجهیزات در حال حاضر در وضعیت ضعیفی باشند به گفته عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن گروه طالبان خودروهای زیادی از جمله نفربرهای زرهی آمریکایی و ضد را در مرز با ایران مستقر کرده است او در این زمینه به استقرار خودروهای زرهی M117، نفربرهای زرهی M113 و خودروهای هاموی ساخت آمریکا اشاره کرد. فاکس نیوز میگوید طالبان ممکن است بتواند حد اکثر تا دویست هزار نفر را در سراسر سر افغانستان بسیج کند، اما شمار نظامیان و نیروهای ذخیره ایرانی چند برابر بیشتر است. ضمن اینکه ایران دارای تجهیزات نظامی برتری ماننده جنگنده و پهپاد است. طالبان نیز یگانهای انتحاری را افتخار خود میداند فاکس نیوز افزوده که مشخص نیست آیا ایران در واکنش به نمایش قدرت طالبان تسلیحات و قوای بیشتری در مرز مستقر کرده است یا نه والی یک ولایت افغانستان در طول تنش یاد شده گفته بود که منتظر است به فرزندان زرتوش در سبرت بدهد. عبدالحمید خراسانی یک فرمانده ی طالبان ادعا کرده بود که اگر رهبر این گروه فرمان بدهد، ایران ظرف 24 ساعت فتح خواهد شد. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دو هفته پیش گفت که مرزها دوباره آرام شده و ترددها در حال انجام است و آن دسته از مقامات طالبان که اظهاراتی علیه ایران بیان کرده بودند برکنار شده اند. او به گروه طالبان توصیه کرد مرزبانان خود را توجیه کنند تا این نوع اتفاقات تکرار نشود اما طالبان هفته گذشته رزمایشی با استفاده از سلاحهای سنگین در ولایت مرزی نیمروز برگزار کرد که از سوی برخی از ناظران ادامه قدرت نمائی در برابر ایران تعبیر شد سقز در جنگ با رژیم در تمام شهرهای کردستان ویدیوهای رسیده و همچنین گزارش های منتشر شده در رسانه های اجتماعی حاکی از اعتصاب گسترده بازاریان سقیز در اعتراض به تغییرات هدفمند در قبرستان آیچی و از دید خارج کردن مزار محسا نیست. این ویدیوها نشان میدهد که کسبه و مغازهداران در شهر سقز واقع در استان کردستان در روز سهشنبه 23 خورداد دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در اعتراض به خراب کردن و اعمال تغییرات آمدانه در گورستان آیچی صورت

همچنین کسبه سقیز به اذیت و آزار خانواده کشته شدگان خیزش انقلابی معترضند روز جمعه گذشته جمعی از خانواده های دادخواه شهرهای دهگلان، سنندج و دیواندره که برای حضور بر مزار جانباختگان خیزش انقلابی مردم سقز و بوکان به این شهرها سفر کرده بودند بازداشت شدند بر اساس این گزارش این خانواده ها از جمله بر مزار محسا امینی در گورستان سقز حضور پیدا کرده و یاد او را گرامی داشته بودند اما جمعی از این خانواده ها که تعداد آنها سی نفر از جمله چند کودک اعلام شده در حین بازگشت در ورودی سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همزمان در ادامه فشار بر خانواده های کشته شدگان اعتراضات اخیر کاملیا سجادیان مادر محمد حسن ترکمان از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران در اینستاگرام خود از تهدیدهای جانی توسط عوامل سایبری جمهوری اسلامی خبر داده است. خانم ترکمان نوشت در این چند روز حجم زیادی از تهدیدهای جانی علیه من شکل گرفته که خیلی شفاف و با سراحت از ترور من گفته شده و اینکه قطعا مرا از سر راه بردارند حالا برای این تهدیدها خیلی خوشحالم خوشحالم که حریف خشمم نیستند خانم سجادیان با وجود این تهدیدها تاکید کرده شک نکنید من هستم تا صدای مظلومان و محرومان و محمد حسن عزیزم باشم هستم تا دست خیلی از مجرمان و قاتلان و عرازل بیشتری را رو کنم فکر نکنید که با این ها می توانید فشارها را بر من زیاد کنید تا من بترسم و عقب بکشم این مادر دادخواه همچنین نوشته انقدر گوسفند تشریف دارید که فکر می کنید با کشتن من صدای به حق و حقیقت خاموش می شود من هزاران محمد حسن در قلب ایران پرورش دادم که تا ابد این صدا جاودانه خواهد ماند موارد زیادی از فشار تهدید بازداشت و صدور احکام سنگین توسط حکومت برای خانواده های دادخواه در ایران دیده شده است با این حال حکومت نتوانسته دادخواهی خانواده های کشته شدگان را متوقف کند در یکی از این موارد وحید افکاری برادر نوید افکاری از کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 بعد از هزار روز انفرادی در برگی که از پشت شیشه های اتاق ملاقات به خانوادهش نشان داد نوشته بود آینده از آن ترسوها نیست همراهان عزیز به پایان این برنامه از آبای ایران رسیدیم فراموش نکنید با درمیان گذاشتن نظراتتون در بخش کامنت های این ویدیو ما رو از نوع دیده شما نسبت به مسائل روز آگاه کنید شب بر همگی خوش پاینده ایران